با سلام و وقت بخیر به مجموعه خبری امروز یکشنبه 8 مرداد 1402 خورشیدی از خامه پرس خوش آمدید. هیئت بلندپایه امارت اسلامی برای دیدار و گفتگو با نمایندگان امریکا به دوحه سفر کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست ریاست این هیئت را به عهده دارد. آقای متقی در آغاز این سفر گفت که در دوحه با مقامهای امریکا و قطر گفتگو خواهد کرد. حذف تحریم ها و لیست سیاه، آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان و بحث نقص حریم هوایی افغانستان اجندای است که امارت اسلامی آنها را برای گفتگو با مقام های امریکایی مد نظر دارد. شش بکنم چه باقا موضوعات بندی ترکیز رو که لکه افغانستان دی کنگلسه و اشتمانی ازادی بل او پا افغانستان چه کم بزونه دی دیگو پرتکی بل او کم بانکی محدودیتون سیدی اقل من زورل همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل. موتر ساخته شده توسط شرکت انتاب قرار است در نمایشگاه موتر در شهر دوحه قطر به نمایش گذاشته شود. محمد رضا احمدی مدیر عامل شرکت انتاب و طراح نخستین موتر تیزرفتار افغانستان میگوید که این موتر قرار است در ماه اکتبر سال جاری میلادی در دوحه به نمایش گذاشته شود. آقای احمدی گفت که برای نمایش این موتر در نمایشگاه دوحه در ماه اکتبر آمادگی دارد. او پیش از این گفته بود که موتری را که ساخته است میتواند با مدل‌های دیگر رقابت کند. مقام های وزارت شهرسازی و مسکن امارت اسلامی میگوید که از میان 652 شهرک در سراسر افغانستان 350 شهرک ثبت و راجستر شده و ثبت بقیه شهرک ها نیز جریان دارد. مقام های این وزارت به روز یکشنبه در برنامه حسابدهی دولت و ولایت در کابل افزودند که این وزارت 27 پلان شهری برای مرکز و ولایت ها به شمول ماستر پلان، کار پلان های جامعه ملی، پلان های تفصیلی، پلان های منطقه‌ای و پلان های اصلاحی طرح و تهیه کرده است. به گفته مقام های این وزارت در یک سال گذشته سروی توپوگرافی 128 ملکیت میوند بانک، 14 ملکیت بستخانه های مرکزی، مسیر برق 500 کیلووات شهرک معلمین در ولسوالی شکردره و شماری دیگری از پروژه ها را تکمیل کرده است. در مجموع 652 شهرک در سراسر افغانستان وجود دارد که به تعداد 35 شهرک در این وزارت ثبت و راجستر است که متباقی این شهرک ها را هم کار سرش جریان دارن که اونا هم امو او پروسه قانونی خود باید تکمیل بکنن. در همین حال مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت سرپرست میگویند که در یک سال گذشته کار ساخت 393 پروژه آبرسانی در سراسر کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. مقام های این وزارت که به روز شنبه در سلسله برنامه حسابدهی اداره های دولتی به دولت به ملت صحبت میکرد افزودند که 474 پروژه در بخش آبرسانی نیمه کاره باقی مانده و از این میان کار 118 پروژه آن در سال 1401 تکمیل شده است. بختمونی رئیس آبرسانی و حفظ الصحه روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات گفته که برای شروع پروژه های نیمه کاره در کشور گفتگو با وزارت مالیات جریان دارد. زکه د اوبو سطح ټیټه سوې ده، تاسو ته معلومیږي چې هیواد مو څو کلنې وچکالۍ سخت ځپلی دی او په کلیوالي سیمو کې خلک د څښاک له پاکو صحي اوبو ته اشد ضرورت لري. نو یوازنی وزارت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته چې په دې برخه کې ډیر خدمات خلکو ته عرضه کړي دي او د پاکو اوبو رسولو په برخه کې ډیر کار کړی دی. ریاست عمومی ترافیک امارت اسلامی هشدار داد موترهایی را که بیش از حد معمول دود تولید میکنند توقیف و جواز سیر رانندگان آنها را خواهند گرفت. این ریاست به روز یک شنبه با نشر اعلامیه از رانندگان که موترهایشان بیش از حد عادی دود تولید میکنند و باعث آلودگی هوا میشود خواسته که موترهایشان را ترمیم کنند. این ریاست افزود که این اقدام به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و افزایش امراض روی دست گرفته شده است. ریاست ترافیک به این رانندگان هشدار داد که اگر وسایطی که بیش از حد دود تولید میکنند ترمیم نشود توسط کمیته مشترک متوقف خواهد شد. با افزایش روند اخراج مهاجرین افغانستان از ترکیه وزارت مهاجرین امارت اسلامی میگوید که این اقدام رای حل دائمی نیست. معین مالی و اداری وزارت مهاجرین در دیدار با سفیر ترکیه در کابل گفته است که اخراج مهاجرین افغانستان از کشور ترکیه رای حل دائمی و مناسب نیست.
محمد ارسلا خروتی معین مالی و اداری وزارت مهاجرین روز شنبه این سخنان را در دیدار با جهاد اورکین آی سفیر ترکیه در کابل مطرح کرده است. معین وزارت مهاجرین امارت اسلامی افزود که مهاجرین افغانستان به هدف کار وارد ترکیه می شوند. لذا جانب ترکیه برای حل این مشکلات موضوعات زیرت به شمول اعزام کارگر به صورت قانون را در جلسات مشترک مورد بحث قرار دهند. این بود خبرها. ممنون از توجهتان.